هادی خامنه ای برادر علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی هفته پیش اظهارات کم سابقه ای را در مورد برادرش و مخالفت با او بیان کرده بود و حالا او در یک مصاحبه جدید باز هم از اختلافات عمیق با علی خامنه ای گفته است. به نظر تحلیلگران با اوج گرفتن موج نارضایتی ها و همچنین افشای پیاپی فساد در بیت علی خامنه ای اکنون اکثر نزدیکان او به دنبال راهی برای فرار از انتقام جویی آینده مردم رنج دیده و ظلم کشیده ایران هستند و به احتمال فراوان سخنان اخیر هادی خامنه ای نیز در همین راستا مطرح می شود. هادی خامنه ای در سخنان اخیرش که تنها یک هفته پس از انتقادات کم سابقه علیه علی خامنه ای مطرح می شود گفته است که من هر وقت می رفتم نزد او برادرم انتظار داشت من یک سری حرف ها را در حمایت از او بزنم اما از آن وقت به بعد دیدار با او را ترک کردم چون دیدم که فقط ممکن است موجب کدورت و ملالت خاطر هر دو طرف شود. او همچنین در سخنانی عجیب گفته است که 10 سال است برادرش علی خامنه ای را ندیده و با او سخن نگفته است. او که خود چند دوره نماینده مجلس رژیم جمهوری اسلامی بوده است گفته است که در گذشته 2-3 تا قصر مربوط به شخص اول مملکت داشتیم اما حالا هر جا می رویم قصرهایشان است. خب اینها را از کجا آورده اید؟ خب واقعا خجالت آور است. برادر علی خامنه ای همچنین با تکرار سخنان پیشینش در مورد علی خامنه ای از او به نوعی براعت جسته و این در حالی است که بسیاری دیگر از اعضای خانواده علی خامنه ای نیز در حال دوری از او و فرزندانش هستند. این اختلافات تا جایی پیش رفته است که برخی سران حکومتی نگران افشاگری های به گفته خودشان خاص و تکان دهنده دیگر از سوی نزدیکان پیشین خامنه ای و رانده شدگان کنون هستند. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر و سخنان اخیر هادی خامنه ای از شما عزیزان دعوت می‌کنیم که با ادامه این برنامه همراه باشید. هادی خامنه ای در ادامه سخنانی که گفته شد در سخنان بی سابقه گفت که در کشوری که نام برادر من بر مسند رهبریش نهاده شده است زمانی و برهه‌ای نیست که صحبت از اختلاس‌های بزرگ نباشد. او گفته که یک دوره‌ای تا حدود 10 سال قبل بود. من هر وقت می رفتم او انتظار داشت من یک سری حرفها را بزنم که مطابق میلش باشد و پایگاهش را در جامعه تقویت کنم اما از آن وقت به بعد ترک کردم و موجب این شد که رابطه ما سرد شود و من اکنون 10 سال است که با او در ارتباط مستقیم نیستم. در اینجا گزارشگر از هادی خامنه ای میپرسد که ما اکنون با یک معضل ملی مواجه هستیم، مثلا نوعی بحران ملی در کار است. آیا به نظر شما هم همینطور است؟ هادی خامنه ای در جواب او میگوید که بله همینطور است. ما الان در همه زمینه ها دچار بحران بسیار جدی هستیم. ما باید هر چند وقت یک بار نگاهی به گذشته و نگاهی به ضرورت ها می داشتیم و در نگاه و عمل کردمان تغییراتی می دادیم که کار نخواهد به اینجا بکشد. اما متاسفانه اوضاع از دستمان در رفت. او در ادامه گفته است که هیچ میدانی باز نیست برای گفتگو و صحبت و اظهار نظر مرده است. یعنی این درها هنوز به یک نوعی بسته است. من خودم منتقد اول هستم اما ما تریبون و بلندگویی نداریم. بنده در 3 مرحله 3 تا روزنامه تأسیس کردم و هر 3 روزنامه من به بهانه های واهی به زیور تعطیل مزین شد. من خودم در این مملکت رکورددار روزنامه‌های تعطیل شده هستم. او در ادامه سخنانش با حمایت از خمینی و انتقاد مجدد از علی خامنه ای گفته است که امام به نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی گفته بود که به نظرات مردم توجه کنید. حتی اگر نظرات آنها به ضرر خودتان باشد. شما موظف نیستید که آن نظرات را تغییر بدهید. شما وکیل مردم هستید و نه ولی مردم. اما اکنون می‌بینیم که این روایت و این رویه در حکومت تحت حاکمیت برادر من به طور کلی جایش را به رویه‌ای مخالف داده است. شما ببینید در همین نماز جمعه تهران آقای یزدی مدتی سر حکومت و حاکمیت مفصل صحبت کرده که اصلا نیازی به رأیگیری نیست. رأیها زینتی است. و آقای یزدی از کسانی است که همیشه با این سخنان مورد حمایت برادر من بود. من با این روایت ها مخالفم. او در ادامه میگوید که شرع اصلا برای چه آمده؟ برای نان و زندگی و این چیزها. بعضی ها که میگویند ما برای اسلام فقط قیام کردیم و نه برای نان، اصلا اسلام را درست نفهمیدند. یعنی اول باید زندگی مادی مردم تأمین بشود تا بعد آنها را دعوت به توحید و نبوت و معاد و اسلام و دین و نماز بکنیم. الان مردم با این اوضاعی که حکومت درست کرده است به همه چیز پشت پا میزنند و به خون ما علما تشنه اند. هادی خامنه ای گفته است که حالا هر جا می رویم قصرهای سران و مسئولین نظام است. خب اینها از کجاست؟ چرا کسی سراغ اینها نمی رود؟ چرا کسی رسیدگی نمی کند به اینها؟ اینها برای ما خجالت آور است. زمان و برهه‌ای نیست که صحبت از اختلاسهای بزرگ نباشد. هادی خامنه ای در ادامه گفته است که امروز کسانی از سخنرانان تعصبشان نسبت به بدحجابی و بیحجابی خیلی بیشتر از فقر و گرسنگی و فلاکت و مشکلات معیشتی مردم و بیکاری جوانها است. این به خاطر این است که فکر می کنند این مواضع نرخ رایج است و بهتر است به این مسئله بپردازند. اینها برای خودشیری نیست و نه برای حل مشکلات. این سخنان انتقادی برادر علی خامنه ای در حالی مطرح می شود که بسیاری از نزدیکان او نیز همین راه را در چند سال اخیر رفتند. تا جایی که چندی پیش حمیدرضا فروزانفر نوه خواهر علی خامنه ای گفته بود که پسر علی خامنه ای او را به حذف فیزیکی تهدید کرده است. حمیدرضا فروزانفر نوه خواهر بزرگ علی خامنه ای رهبر رژیم است. مادر بزرگ او فاطمه سلطان حسینی خامنه 93 ساله بزرگترین فرد زنده خاندان علی خامنه ای و همسر ابوالقاسم شمس اللهی است. حمیدرضا فروزانفر از زمان کودکی تا جوانی به مناسبت‌های مختلف به بیت علی خامنه ای رهبر رژیم رفت و آمد داشته و با پسران علی خامنه ای در ارتباط نزدیک بوده است. او سال 1388 پس از ناآرامی‌ها در ایران به فرانسه رفت. او به دویچه وله اکنون گفته است که به دلیل مواضعی که در سالهای اخیر گرفته چندین بار توسط پسر و اطرافیان علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی تهدید شده است. نوه خواهری رهبر رژیم درباره اینکه چگونه توسط بستگان خود یعنی پسر و برادر علی خامنه ای تهدید شده است به دویچه وله میگوید که دو مورد خیلی روشن را مثال میزنم که تهدید رسمی است. در مراسم سالگرد درگذشت پدر بزرگم مصطفی خامنه ای پسر علی خامنه ای مادرم را به کناری می کشد و به او می گوید که اگر حمیدرضا بخواهد به موضع گیری های اخیر خود ادامه دهد عجیب نیست که در فرانسه ناگهان و به طور اتفاقی در یک تصادف رانندگی تلف شود. همینطور او گفته که محمد خامنه ای با واسطه‌ای به مادر بزرگم میگوید که بعید نیست مسعود در این راه جان خود را از دست بدهد. گفتنی است که حمیدرضا فروزانفر ضمناً پسر دختر خاله محمود مرادخانی تهرانی است و محمود مرادخانی تهرانی فرزند شیخ علی تهرانی و بدری حسینی خامنه ای خواهر رهبر رژیم جمهوری اسلامی است. شیخ علی تهرانی داماد علی خامنه ای در سالهای نخست شورش 57 به مخالفان رژیم جمهوری اسلامی پیوست و همراه همسر و فرزندان خود به عراق مهاجرت کرد. محمود خواهرزاده علی خامنه ای از 27 سال پیش در فرانسه زندگی می کند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.